امروز بگم در چی نمیخوام صحبت بکنم درباره نحوه موزه گیری علیه اسلام من نمیخوام صحبت کنم بعضی میگن اسلام ستیزی نقد اسلام توهین بکنید توحید نکنید این بحث رو ما قبلا کردیم و دوباره می الان در کل داریم درباره همه نحوه های موزه گیری علیه اسلام زدن اسلام چه نقد ملایم باشه چه توهین شدید باشه روش رو من نمیگم کلا هر نوع موزه گیری علیه اسلام و صحبت دربارش و گفتنش آیا الان موقعش هست یا نه سلام به همگی من آرمین نوابی هستم برنامه امروز یک جوابی خواهد بود به کسایی که به همون میگن که ساکت باشید الان وقت این حرفا نیست الان وسطه یه انقلاب هستیم الان اولویت براندازیه اولویت جمهوری اسلامیه شما این زرایی که میزنید درباره اسلام رو بعد از براندازی میتونید بزنید وقتی که شما آزادی به دست بیارید توی ایران هر کسی میتونه بیاد نقد اسلام بکنه و کارهای دیگه بکنه الان این چه کاریه الان این همه مسلمان این که برانداز هستن و این کاری که شما دارید میکنید باعث ایجاد تفرقه میشه باعث میشه که ما این اشخاصی که دارن این همه زحمت میکشن ریسک میکنن هزینه میدن و خون میدن و مسلمان هم هستن بترسن از این انقلاب بترسن از این جریان براندازی از این جریان دور بشن شما اصلا شاید خودتون دارید در جهت جمهوری اسلامی کار میکنید یا دانسته یا نادانسته دارین یه پاس گل به اونا میدید اتفاقا جمهوری اسلامیه که به ما میگه که اینا برای اسلام شما آمدن اینا هدفشون فقط جمهوری اسلامی نیست اینا خود اسلام رو میخوان بزنن و میترسونن مسلمانان برانداز مسلمانانی که ضد نظام هستن میگن که اینا میخوان قرآن بسوزونن میخوان چادر رو از سر شما بکشن و شما با این زدن اسلامتون دارید نشون میدید که حرف جمهوری اسلامی ممکنه درست باشه میان شما رو بود میکنن و با این تفرقه اندازی باعث میشه که ما جریانمون متحد و همبسته جلو نره و دیگه ببندید دیگه ببندید. ببندید فعلا این حرف وقت این حرفا نیست خب من حالا در برای این یه جواب دارم اینجا این نوتایی هم نوشتم که یادم نره که همه نکته ها رو بگم برای اینکه ببینیم زدن اسلام یا گیری علی اسلام یا علیه اسلام بوده من خودم میگم اسلام ستیزی بعضی به با این واژه مشکل دارد هر کدوم از این واژه که برای شما بهتره وقتی که به ما میگن که این غلطه این کار رو الان نباید کرد قبل از اینکه بیام تشخیص بدیم که آیا زمانش درسته یا نه بهتره یه قدم برگردیم عقب ببینیم هدف چیه یه کسی داره میگه روش من درسته یه کسی دیگه میگه نه روش من درسته نفر اول هدفش یه چیز دیگه است و نفر دوم هدفش یه چیز دیگه است خب وقتی هدف ها فرق میکنه معلومه که روش باید فرق بکنه هم هدف ما هم هدف بقیه این هست که احتمال سقوط جمهوری اسلامی را افزایش بدیم یا اینکه سریعترش ترش بکنیم این خیلی موضوع مهمیه همیشه جمهوری اسلامی هم دیدی توی استراتژی خودش وقتی که میخواد بقایش رو احتمالش رو ببره بالا سعی میکنه که تفرقه اندازی بکنه تو مخالفین یک روشی که اتفاقا خیلی هوشمندانه هست ما خیلی از این روش استفاده نمیکنیم متاسفانه من سوال میکنم که حضور مردم تو خیابون چرا احتمال براندازی رو افزایش میکنه که بیاین فرض کنیم که مثلا حضور مردم تو خیابون بیشتر شد خیلی هم بیشتر خب این چرا باعث براندازی میشه چرا باعث سقوط نظام میشه مثلا فرض کنید که 700 هزار نفر اومدن تو خیابون بعد میگن براندازی نشه خب میگن که اگه میلیونی بشه یعنی به یه میلیون برسه براندازی میشه خب بعد من میگم چرا چرا اگه مثلا به میلیونی بشه باعث براندازی میشه آیا مثلا خامنه اونجا نشسته شما چون 700 هزار تا بودید من کلید این حکومت رو به شما نمیدم بعد مثلا یه روز یه دفع میشه یه میلیون خامنه میگه اه! فکر نمیکردم یه میلیون بشه ها حالا شد یه میلیون خب ما شکست خوردیم شما بردید اصلا تصور نمیکردم شما میلیون شدید چون شما یه میلیون شدید ما میکشیم کنار شما بیاین سر کار اینجوری که نیست که حتما یه اتفاق دیگه باید بیفته یه چیزی بین این دوتا هست یه مرحله دیگه هستیم و حضور مردم تو خیابون بگیم ای براندازی سقوط نظام رو بگیم سی اینجوری نیست که از A بریم به سی ای باعث بی میشه و بی باعث سی میشه این بی چی هست که A باعثش باید بشه خود ای نمیتونه باعث سی بشه خدا فقط حضور مردم تو خیابون که باعث نمیشه که نظام بیاد بگه ببخشید معذرت میخوام شما میلیونی شدین پس من باید برم بالاخره نظام تفنگ داره هلیکوپتر داره تانک داره خیلی چیزهای دیگه داره و قابلیت سرکوب داره فرض کنید که الان اخبار حکومت فروپاشی کرد نظام شکست تیتر اخبار روزنامه ها نظام شکست اگه ما فرض این آینده رو ببینیم اگه فرض کنیم هفته قبلش اتفاقی افتاده هفته قبلش یه کسی یه حل آخر رو داده که تفنگ دستش بوده چون اینا که با خواهش و تمنا و دیدن حضور و مردمی که پا نمیشن برن که برای ما واضحه که اون حل آخر یه زور خواهد زور یعنی نیروی نظامی ما با از نیروی نظامی زور دیگه ای نده. حالا این زور اون مرحله آخر اون حل آخری که باید داده بشه که یک نیروی مسلح احتیاج داره سه شکل میتونه بگی یکی سه داره میگه مهمترین قدرت اعتقاد مردمه خب هر کدوم از اینا که مهمم باشه در نهایت میخوایم با اعتقادتون چجوری اینا رو از جاشون بلند کنین که پاشن بره در نهایت هر چیزی که میگید مهمه باید منجر بشه به یک زور به یک فشار زوری که اون هم بدون مسلح بودن امکان پذیر نیست حالا این سه تا حالت چیه نیروی مسلح سه تا حالت یک ارتش خارجی یکی از این گزینه ها میتونیم که این گزینه نه مطلوبه نه احتمالش زیاده قدرت جهانی نمیخوان بیان براندازی بکنن پس این گزینه محتمل هست ولی احتمالش کمه خیلی گزینه بدیه وقتی که یه همچین اتفاقی میفته از خارج نتیجه دیدیم گزینه دوم اینه که مردم کف خیابون مسلح بشن گزینه اولو از لحاظ مقدار احتمالش بررسی کردیم و از لحاظ اینکه آیا مطلوب هست یا نیست بررسی کردیم خواستم این گزینه دوم هم همین کار رو بکنیم احتمال این کمه ای چیز هالیوودی میزنه به سرشون فکر میکنن که مثلا میتونن نهاد رو بزنن برن اسلحه ها رو بدوزن بعد همون یه دفعه اسلحه ها رو بردارن برن یه جای دیگر رو بزنن اسلحه های اون رو بردارن بعد برن تانک ها رو بدوزن چه میدونم هلیکوپتر رو بردارن یه چیز یه سناریوی هالیوودی تو ذهن بردارم هست بعضی موقع میکنن میشه مثلا یه، یه، این کارو کرد خب پس این احتمالش دیدیم کمه گزینه مطلوبیم هم نیست چرا گزینه مطلوبی نیست این گزینه گزینه ای هست که جمع کردنش خیلی بعد از انقلابم هم, یعنی هم بشه جمع کردنش سختی میشه هرجمرج میشه آشوب میشه ممکنه حمام خون بشه ممکنه جنگ داخلی بشه نمیگم جنگ داخلی میشه ولی احتمالش میبره بالا کار, کار سختی، کار سختی مخصوصا نظام بعدی که مشخص نیست حالا اون ارتشو نگه میداره یا نمیداره با سپاه چه اتفاقی براش میفته آیا ما چند ماه اول یه ارتش ثابتی داریم یه ارتش قابل اتکای بهش داریم حالا ارتش هم میخواد داشته باشیم میخوایم پاکسازیش بکنیم چیکار میخوایم بکنیم حالا این ارتشو که داری که خیلی هم چقدر میشه بهش اعتماد کرد وقتی که مردم مسلح هستن میخواد جامعه رو منظم نگهداری آیا همچی قابل یا اینکه یعنی هرج مرج میشه برای یه دهه و همون اتفاقی که برای عراق افتاد برای ایران هم حالا بعضی میگن آ ایران عراق نیست اینا فرق دارن ایران فلان باش 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 من نمیگم میشه نمیگم احتمالش میبره باره. ولی اینکه مردم مسلح بشن خطر اینو میبره بالا پس هم از لحاظ مطلوبیت گزینه مطلوبی نیست هم از لحاظ احتمال گزینه ای است که به نظر من احتمالش کم پس سر گزینه سوم به ما میگیم گزینه اول گزینه خوبی نب. گزینه دوم گزینه خیلی خوبی نب. گزینه سوم اینه که آقا به جای اینکه کسی رو مسلح بکنیم همون کسایی که مسلح هستن به ما بپیوندن به جای اینکه مردم معترض رو مسلح بکنیم مردم مسلح رو معترض کنیم چرا این گزینه گزینه بهتریه برای اینکه اون مردم مسلح خودشون الان یه ساختاری دارن نظم دارن یه شکلی دارن و بر این برمیگرده به همون موضوع اول برنامه که ما هدفمون باید ایجاد تفرقه باشه توی خود نظام گزینه سوم گزینه کودتا ما مردمی که مسلح نیستیم میخوایم به جایی برسیم که مردم مسلح به مردم بپیوندند و این اسلحه که دارن جهتشو از به طرف مردم برگردونن به طرف اصل نظام وقتی من دارم میگم اسلحه منظورم لزوما استفاده از اسلحه نیست شما میتونید اسلحه داشته باشید و فقط به صرف اینکه اسلحه دارید زورتون زیاد باشه داشتن اسلحه ببین گزینه‌های اول و دوم احتیاج به استفاده از این اسلحه رو داره ما نیروی چی میخوایم استفاده بکنیم وقتی بخواد یه جنگی بشه اینا میان حمله میکنن خب وقتی حمله نظامی میشه داره استفاده از اسلحه گزینه دوم مردم که مسلح باشن اینجوری نیست که مثلا ما بیانیه بدیم به جمهوری اسلامی بگیم ای مردم مسلحن نمیخوایم بیایم به جنگی ما ولی الان مردم مسلحن خب پس بکش پایین همین اتفاق هم مردم وقتی مسلح میشن میخوام بیان تو خیابون بریزن و از این اسلحه ها علیه مثلا سپاه و ارتش استفاده گزینه سوم گزینه ای هست که شما اسلحه داری ولی ممکنه لازم نباشه که از این اسلحه ها تو استفاده ام بکنید یه وقتی یه بخشی از نظام که مسلحه بیاد بگه که جمعش کن برو دیگه تعطیلش کن دیگه شورش در آوردی ممکنه بدون حتی زدن یک تیر همین مسلح بودن کافی باشه که این حرف پیروی بشه بهش گوش داده بشه حالا این احتمالش کم ولی خب حداقل این گزینه هست که خونریزی کمتر مید. مرتبتر و منظمتر و یک کودتای سرد میتونه باشه لازم نیست که کودتای گرم باشه یکی این یکی هم چون دیگه ریزش ریزش اسلحه نداریم به تو مردم بعدش هم آشوب و خونریزی و جنگ داخلی احتمالش کمتر خواهد ما گفتیم A B و C A چی بود حضور مردم خیابون C چی بود این هول آخری که نظام قراره به خاطرش سقوط بکنه که گفتیم یک نیروی مسلح حالا ما باید بگیم حضور مردم چه ربطی داره به کودتا بذارین من یه متنی رو براتون بخونم من متن فارسی که میخونم سوتی زیاد میدم این متنا از یه منبع داره میاد که از یک نشست محرمانه سرداران سپاه با آقای خامنی این متناش در اومد قسمت اولش براتون میگم اینو آقای سرهنگ احسان خورشیدی دارن میگن اینو داره توی این نشست محرمانه داره به خود آقای خامنه ای میگه ایشون کی هستن ایشون معاون هماهنگ کننده سپاه امام حسن مجتبا در استان البرز هستن در این قسمت ایشون میگن همین امروز همین امروز صبح شیش افسر ارشد در یک صبح نمیگیم یه هفته نمیگیم یه ماه نمیگیم یه سال نمیگیم حتی یک روز در یک صبح شیش افسر نه هر افسری افسر ارشد برای مشکل دستگیری خانواده خود در اعتراضات اخیر با من تماس گرفتن افسر افسرهای ارشد خانوادهشون دستگیر شدن به خاطر شرکت در اعتراضات بعد ادامه میده میگه که به فرماندهی محترم نیرو درخواست مساعدت بدهم در همین جمع ماشاءالله تعداد زیادی فرماندهان استانی هستن میگه یعنی بقیه فرمانده های استانم این تجربه رو دارن که مردم این افسرها میان درخواست میدن و میگن که آقا جان خانواده ما تو این اعتراضات دستگیر شده این شیش نفر فقط در یک صبح دستگیر شده ها انقدر زیاد بودن که رسیده بود به خانواده سپایا و در این حد در این حد زیاد برای اینکه بفهمید دارم به چه اشاره میکنم در سال 2011 یه اتفاقی افتاد اسم بهار عربی یه مصر وقتی این اتفاق داشت میافتاد در یک مقطعی در یک زمانی به یکی از افسرا دستور داده شده بود که تیراندازی بکنن به طرف مردم توی تحریرسک توی میدان تحریر و این افسر نافرمانی کرده بود و تیراندازی نمیکرد ازش که پرسیدن که چرا چرا تیراندازی نکرد گفتش که چون احتمالاً پسرم توی بین این معترزینه حالا حضور مردم تو خیابون چه ربطی با این داره که الان یک دیواری هست بین ما و اونها یه دیوار خیلی کلفتی داره نازکتر و نازکتر میشه ولی هر چی که ما بیشتر بشیم و حضورمون پررنگتر بشه که نتونیم دیده نشیم و صدامون نشه شنیده نشه اون وقت از این خط مشکی داریم رد میشیم و اونها ما رو میبینن و صدامون رو میشنوند و مظلومیت مترزین رو توی خیابون رو میبینن اینا انسان هستن برخلاف خیلی از چیزهایی که بعضیا میگن این سپاهیا انسان هستن و انسان نمیتونه از درد انسانهای دیگه ناراحت نشه خیلی سخته که بتونه ناراحت نشه مخصوصا وقتی که انقدر رشد میکنه که به خونه وادهشون میرسه یا به کسایی میرسه که دوستشون دارن بر همین حضور مردم تو خیابون این تاثیر رو داره وقتی که میلیونی میشه اینجوری نیست که یه بازی کامپیوتری بشه بگه دینگ 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 شما به یک میلیون رسیدید پس براندازی میشید وقتی میلیونی میشه به خاطر اینکه این تاثیرات رو میذاره روی قشر سرکوبگر این قسمتش مال آقای حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی است حاجی صادقی کیه حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاهه و این الان حرفش داره به کی میزنه این حرف رو داره به خود آقای خامنه ای میزنه الان جلوی خامنه ایه جلوی بقیه سرداران سپاه جلوی همه همه آدمایی که مهم هستن دارن اینو میشنون من جمله خود آقای خامنه یه قسمت های از این متن بولد شد تو رسانه ها ولی مهمترین قسمتش برای ما نمیدونم چرا بولد نشد باید توجه داشت که اختشاش در کشور جمهوری اسلامی یعنی مبارزه با پرچم امام زمان یعنی مبارزه با تنها علمدار ولایت و امامت شیعه گزارشات ما نشان میدهد که نیروهای سپاه در وضعیت سال قبل نیستند این داره میگه در سال قبل یعنی این تغییرات انقدر سری بودن که اینا همش تو یک سال به این شدت اتفاق افتاد از نظر اعتقادی ریزش بودن ولی نه اینکه برادر عزیزم پشت رهبری نباشد ما در واحدهای مختلف در لشکرها اطلاعات و آمار داریم که درگیری ها بوده است یعنی بین خودشون بین خودیاشون سر این دعوا بوده باید مدیریت شود در اینجا ما از یک یا دو نفر صحبت نمی کنیم از یک مجموعه نیروی مسلح با بیش از 600 هزار نیروی متفاوت صحبت می کنیم اینجاشو گوش بکنید این قسمتیه اون جایی که من میگم خیلی نمیدونم چرا بولد نشد در همین نیروی قص حاجاقا قانی هستن و تایید میکنن حاجاقا قانی الان اونجا نشسته و داره به این چیزا گوش میکنه که نیروهایی داریم که اصلاً اساسا اعتقادی اسلامی و دینی ندارند درباره سپاه قدس نگار میگه پشمام <تصفيق> <تصفيق> ولی برای این کشور میجنگند و ما حقیقتا انتظاری که از نیروی خودی داریم از آنها نداریم ادامه میده ریزش هست و شک و شبهی در این مسئله وجود ندارد میگه و اطلاعات و آمارهای نهادهای امنیتی کشور گزارشات بسیاری که از دوازده درصد شروع شده و تا 68 درصد ریزش هم گزارش دادن تا 68 درصد ریزش بریم سر اسلام برگریم سر اسلام. اسلام قدرت نرم جمهوری اسلامی دلیلی که شوروی شکست خورد به خاطر این نبود که از لحاظ نظامی اونا شکست خوردن یعنی فقط این نبود شوروی از لحاظ عقیدتی شکست خورد کمونیستی شکست خورد یعنی آمریکا و متحدای آمریکا تونستن برندشون برند لیبرالیزم و بر علیه برند کمونیست غلبه بکنن ما هم وقتی میخوایم با جمهوری اسلامی بجنگیم نمیتونیم این اصل هش رو باهاش نجنگیم خیلی قدرت بزرگیه برای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی که میاد میگه که ما رفراندوم لازم نداریم برای یک مردم تو ماه محرم سیاه میپوشن اعتبارم رو من از اسلام دارم میگیرم و کسایی هم که میگن که آقا این انقلاب بخش عمدش مسلمون کاملا درسته کاملا درسته این انقلاب یه بخشی از عمدش مسلمونه دستشون در نکن واقعا مدیون اگه اگه این انقلاب پیروز بشه تا ابد های ایرانی و حتی دین ستیزای ایرانی مدیون مسلمون هایی خواهند بود که در این انقلاب هزینه کرد ولی همونجور که این مسلمون یه بخشی از این انقلاب هستن، آتیستا و نقادان دینی و حتی دین این سیتیز ها هم یه بخش عمده ای از این انقلاب هستن من سه تا نکته میگم به کسایی که میگن که الان وقت این حرفا نیست شما اگه بیاید علیه اسلام موزه گیری کنی باعث میشید که مسلمانانی که برانداز هستن از ما زده بشن و دیگه به این انقلاب نپیوند سه نکته میگم یکی این که این مسلمانایی که الان برانداز هستن اینا که از زیر سنگی در نیومدن که اینا فکر میکنین انقدر احمقن این مسلمانا انقدر نفهمن که تا حالا ندیدن و نفهمیدن که یه قشری از جامعه ایرانی انقدر ضد اسلامه یعنی الان ما بیایم علیه اسلام موزی گیری بکنیم الان یه دفعه میگه اوه اوه, اوه اینا رو نگاه اینا چقدر ضد اسلامی ان پاشیم بریم خونه من نمیدونستم ها این همه آدمی که داره رو سریاتیش میزنه من اینا اینا با اسلام مشکل داشتن خب شد من الان فهمیدم اینقدر تالاشم حمایت میکردم الان پاشم برم خونه من میگم این مسلمون ها اینو میدونستن مگه میشه اینا ندونن که بخشی از عمده ما اصلا علیه اسلام هن. و با این حال به این انقلاب پیوستن شما میگی میگه ای ای, 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 ای. معدم صحبت کن اینا میرن خونه اینا سبزی با پلو با ماهی رو میشنون هنوز تو خیابون این مسلمان ها. نرفتن جایی الان دیگه اون حساسیت ها داره میره من برای همین برای همین این همه مدت این همه سالا داریم صحبت میکنیم درباره حساسیت جدایی وقتی که میام توهین میکنیم به اسلام که مرض که نداریم که بخوایم مسلمان رو علکی ناراحت بکنیم که میگن آقا توهین به اسلام نکن این حرف رو نزن اینا میرن خونشون نه اینا میدونست نکته دوم نکته دوم که فرض کنی فرض رو بر این بذاری بعضی از این مسلمون میان موزیگیری ما رو علیه اسلام میبینه میگن آقا ولش کن بالاخره همیشه اتفاقی که میفته نمیشه که نیفته بالاخره بعضیا تغییر نظر زیاد است من نمیگم اصلا اتفاق نمی من ادام که کم اتفاق ولی حالا بگیم یه مقداری هم یه مقداری هم بگیم اتفاق مهم اینه که ما اگه بخوایم بیان بررسی بکنیم که آیا این سود داره برامون یا هزینه داره ضرر رو نگاه میکنی سودش هم نگاه بکنی و سود و ضررش رو باید با هم مقایسه بکنی اگر گیری علیه اسلام باعث یه مقدار ریزش از خودیهای ما میشه آیا باعث ریزش از خودی های نظام هم میشه خب و اگه داره باعث ریزش از هر دو گروه میشه اگه ریزشی که اونها دارند از ریزش ما بیشتره خب پس هنوز هم به سوده حتی اگه ما ریزش داشته باشیم و نه تنها این ریزش اونها حتی اگه مساوی هم باشه که مساوی هم نیست بر اساس چیزایی که من خوندم براتون اینجا از از عقیدتی ریزش توی نظام بسیار زیاد داریم که این نظام چون اصلش ولایت فقیه چون پایش اسلامه ستونش اسلامه سلاح نرمش اسلامه از دست دادن عقیده اسلامی ریزش رو بیشتر میکنه همینجور که دیدی نداره ندار برای اونها این ریزش معنی دارتر خواهد بود شما از یک چیزی که هدفش رو تعریف کرده که حکومت امام زمان باشه شما اگه دیگه اعتقاد به امام زمان نداشته باشی بعد از چقدر مدت حالا مثلا یه سال بگی خب من برای کشورم دارم دو سال سه سال بعد از چه مدت دیگه ریزش میکنی اینا خودشون گفتن این باعث ریزش شده خودشون هم میگن اینا خودمونی نیستن اونایی که اعتقادی نیستن یعنی اعتقادی یا تخصصی اعتقادی رو مهمتر میبینن از اینکه کی خودیه با توجه به متنی که خوندم یعنی اینا اون خودشون اینا ریزش میبینن موزه گیری علیه اسلام درصد ریزش روی نظام بیشتر خواهد بود نسبت به ما وقتی که اسلام کم رنگ بشه اسلام زورش کمتر بشه ولی حتی حتی اگه یکی هم بود شما فرض کنید ما 5 درصد دست بدیم اونا 5 درصد از دست بدن کدومش مهمتره؟ ما 5 درصدی که از ما از دست میدیم مهمتره یا 5 درصدی که نیروی مسلح داره دست میده مساوی هم نیست ولی فرض محالی که مساوی هم بود که اینا میگن 68 درصد تازه اینم نکته دوم نکته سوم یه کارت آس داریم برای مسلمانایی که نگران اسلام ستیزی هستن که اینا دیدین این کارت آس ما همیشه بازی میکنیم این همیشه ورق آخرمونه همیشه میاریم همیشه هم جواب و این این کارت این ورق آخری که داریم که میاریم جلو که دیگه باید ساکت بکنه. هر کسی رو که میگه آقا اسلامو نزن الان وقتش نیست اینا رو مقدس میدیم این ورق آخر رو بیارید بذارید روی میز که دیگه همه ساکت شد ورق آخر اینه که بزرگترین و قویترین و مؤثرترین نیروی جهان نه ایران توی تاریخ جهان بزرگترین نیرویی که تونسته اسلام رو بزنه جمهوری اسلامی بوده هیچ چیزی تو تاریخ بشریت ما نداشتیم که به این سرعت و به این شدت و در این زمان کوتاه در یک نسل در چل سال انقدر این تعداد از یک جامعه رو از دین زده بکنه حتی توی اروپا هم توی اون اصل روشنگریش به این سرعت و به این شدت هیچ جا تو تاریخ بشریت ما هم چیزی نداشتیم پس شما اگر علیه زدن اسلام هستید دیگه خیلی باید اسکل باشید که نگران یه آدمای ناچیزی مثل ما باشید اگه میخوای از اسلامت نگهبانی بکنی اولویت هر چقدر ما به محمد و آل محمد و قرآن و همه پیغمبر و فوش و... رکیترین فوش هم بدید هیچ وقت هیچ وقت یک میلیونیوم زربه که جمهوری اسلامی به اسلام زده نمیتونیم یک میلیون سال هم به ما وقت بدیم ما یه هم چیکاری نمیتونیم بکنیم هممون هم جمع بشیم دستش در جمهوری است اگه فقط هدفمون زدن اسلام بود و مردم نه اینکه مثلا به مردم بود ما هم گفتیم آقا جمهوری اسلامی بمونه چه کاری جمهوری اسلامی اگه ما میخوایم فقط اسلام زده بشه خب چه جمهوری است چرا برنامه‌ریزی بکنیم چه چیز موثرتر از جمهوری اسلامی برای زدن به اسلام وجود داره پس اگه نگران ما هستیم بخاطر اینکه داریم علیه اسلام بازیگیری میکنیم واقعا اولویتاتون جای اشتباهیه